پریشب اینجا بود و باز ماشین دزدیده. جام سوان به جون شما من بیگناهم. ببین بی خودی جون شما نگو. ببین قبلا هم بهت گفتم من هر روز اینجا بالای 10-15 تا گردن کلفت و دزد و قاتل و این چیزا سرکله میذارن، تو منو نمیتونی بپیچونی. جان سوان هی ما میایم اینجا، هی شما میگی میخوای ما رو بپیچونی یا میخوای ما رو سر کار بذاری و ما رو دور بزن، اینطوری نی. همه این ماجرا تقصیر بیژن پسر عمو منه. بهش گفتم بیارین دختر سعادتی رو بگیریم، دخترم واقعا دختر خوبی بود. بیژن زد زیرش. الان هم که میبینیم من اینجا، من با 20 میلیون تومان سفته در خدمت شما هستم. ببینم الان سفته از کی داری؟ از همین سعادتی که دخترش قرار بود با بیژن بریم بگیریم دیگه. همون یعنی پسرم بود زد زیرش؟ پسرمون، آره پسرمون زد زیرش. بعدم الان سر منم کلا گذاشته، یه 2 میلیون تومان من گرفت همین ماشین دزدیه رو که من اون دفعه اومدم اینجا خدمتتون، اونو بیژن برام خریده بود دیگه. بعدم خودش پشیمون شد که زد زیر، دوباره رفته خواستگاری دمیدار سعادتی، هم باتی کرده همه چیو زده رفته بیکارش. آره الان هم اگه اجازه بدی من خودم حاضرم با تو همکاری کنم، من میرم اینا رو کت بسته برمیدارم میگردم نمیارمشون. سعادتی اگه من خانم هیچ حرفی با شما ندارم. آخ سعادتی شما مته به خشخاش میذارین. بابا اینجور حرف حدیثا، اینجور اتفاقا نمک قبل از زندگی مشترک دیگه. ما تا اونجا که دیدیم همه دختر پسرها هزار تا چرخ میزنن تا به هم برسن دیگه اینجوری. تازه بیژن آقا دیشب میگفت چی بهتر از دختر آقای سعادتی. خانم جون من گوشم به این حرفا بدهکار نیست، اگر خدا آقا بیژنم بیاد من دیگه دختر به اون بده نیستم. تموم شد رفت. آقای سعادتی بعد جانم بفرمایید تو ای به چش نخواهیم شما زنان فرمان گفتم فقط آقای سعادتی. جناب سعادتی من بیاد کار داریم ده بار اومدم اینجا. یه چیز بهت میگم بعدت نیادا. آخه این پسر تو چرا اینجوریه؟ چرا یه بی دست پاس؟ بابا اگه یه دقیقه جون میده بود الان در رفته بود. ما الان اینجا نبودیم که همچی یه لنگه پا. فریبا جون همه که مثل شوهر شما نیستن که صبح تا شب در حال فرار باشن. بچه بدبخت من تا حالا رنگ مامور ندیده بود چه بس بخواد دستش فرار کنه. نگفتم جوش ندن. آقای سعادتی شما پریشب برای اینا سند گذاشتی، رضایت دادی، حالا اومدی شکایت بکنی؟ جناب سروان اینا کلاهبردارن، سر من کلاه گذاشتن، اون روز سندمو گذاشتم، حالا میخوام بگیرم. شما برای 3 نفر سند گذاشتی، 3 تاشونو بیار سندتو بگیر برو. ای آقا من اختیار سند خودم هم ندارم، خب اون روز گذاشتم امروز میخوام بگیرم. گوش کن بچه جون، اینجا جناب سروان با روزی 10 تا قاتل و دزد و گنده تر از من و شما سر بیکار که نیستن این روز از شما سند بگیرن، هی سند شما رو پس بدن. خیلی پررویی، خیلی پررویی جناب سروان. این از اولش هم میدونست اون دوتا کجان، الان هم ازش بپرسی هم میدونه اون دوتا کجان. سب کبیرم پسر مواد کجا؟ بله؟ پسر مواد کجا؟ نمیدونم که دروغ میگه، دروغ میگه جناب سروان، دروغ میگه.
از اولش هم این میدونست اونا کجا. اما فعلا کار دارم بس کنید اون دوتا. کجا میدونم؟ شما مگه با هم دیگه فرار نمی کردی؟ چرا؟ با کجا میرفتی؟ نمیدونم. دروغ یعنی... میگه دیگه جناب سروان داره دروغ میگه. دروغ میگه؟ یعنی شما ستایی با هم فرار میکردید ولی نمیدونستید کجا داریم میریم؟ خب متوجه نمیشدیم کجا داریم فرار میکنیم ولی فرار میکردیم. سب کن بینم چی میگه. بله آقا، بله آقا، سلام علیکم. آه مخلصم قربان، قربون شما برم، خواهش میکنم، بعدا خدمتتون میرسم. خفم کردید شما. آقا من چرا اینجوری نگاه میکنم؟ من دروغ نمیگم. دروغم چیه جناب سروان؟ میدونه، میدونه اونو کنه. یعنی شما ستایی فرار میکردید؟ مسیرتون رو نمیرسه کجا دارین میریم؟ باشو بریم خونه، امن نیست اونجا. الان بریم اونجا، محمودم که گرفتن مطمئن باش جای من و تو هم لو داده. الان برسیم اونجا زرتی گرفتن بردنمون. یعنی اگه خواهرم بیوه نمیشد الان میافتادم به جونت، انقدر میزدمت بمیری. خوبه ما همه این مصیبت‌ها رو داریم به خاطر تو میکشیم. به خاطر من؟ به خاطر من؟ به خاطر کی رفتیم بازداشتگاه؟ خب اگه دخترشو گرفته بودی که ما الان اینجا نبودیم. بودیم. دهنتو ببند، پاشو بریم یه مسافرخونه جایی. مسافرخونه نه، هتل بریم فکر کنم بهتره، چون خدمات و سرویس بهتر میدن اونجا. خوبه کلا. چقدر پول داری؟ 250 تومن. 300 250 300. یه دفعه شد در طول زندگیت یک بار پول جیب تو باشه؟ خودت داری؟ خودت داری وجدانم؟ ده خودت هم که نداری بی خودی گیر میدی. یعنی تو واقعا پول همراهت نیست؟ آقا من همه جونه فرار کرده بودم غیر اینجوری. نه معلومه کدوم گوری میخوایم بریم، نه پول داریم. تو گرسنه نیست میشم وجدانم؟ من خیلی گرسنه. ای کارت بخوره اون شکم، ای کارت بخوره اون شکم. خب پول نداریم. من همه چیزو میتونم تحمل کنم غیر گرسنگی رو. من گرسنم بشه زرتی سردرد میکنم. الان سرم درد گرفته. سرم درد میکنه. ببند دهنتو یه دقیقه درد بذار فکر کنم. سردرد دارم چه چی رو فکر کنی؟ من گرسنمه. با شکم خالی چه جوری میخوای فکر کنی؟ من سرم خدا. درد میکنه. نرو. دلم داره رخ میشوره. نمیدونم چرا اینقدر نگران آقا مرادم. یعنی الان داره چه کار میکنه؟ بیا اینو بخور. نگران آقا مراد نباش، باید او دوتا آزادن. محمود منو بگو که دوباره گیر اون نامرد افتاد. خانم زمانی بله بفرمایید. بیا یواش باید بری. یواش خسته نباشید. من با این حاله شما رو من زمین میندازی؟ باش بنداز. ما حرف نزدیم که. ما چی میگه فقط؟ ما میگیم اگه میشه شما یه آقایی بکن کوتاه بیا. بابا ما شنیدیم گذشت بزرگونه دیگه. بفرمایید. باز شروع کردن. شروع شد مرتبه. جناب سروان باور بفرمایید پسر من بیگناهه. تو این چهره مظلوم، این قد بالای لاغر نقلونی جناب سروان چیزی به غیر از مظلومیت میبینید؟ محمود آقا چرا نمیگه تو هیچ تقصیری نداری مادر؟ بابا من زبونم مو در آورده گفتم من میگم. اصلا دو تا اصل کاریا فرار کردن خیر ما رو چسبیدن. اصلا یه کاری میکنی؟ چون سرم شما یه ریش سفیدی بکنی، آقای سعادتی بنده رو به غلامی قبول بکنه، همه مشکلات حل میشه. بچه فرو من ده نفره. ساکت آقای سعادتی. به ماحت داره؟ خانما شوهراتون کجا هستن؟ شوهرامون؟ آقا سروان شوهر ایشون که خوب نیستن. شوهر و داداش منم که شما عقبشون میگردین آدم ها سرتمهرین. اونا جفتی بیگناهن. همه بیگناهن. بنده گناهکارم. بندم که خریت کردم اومدم چیکار کردم؟ ضمانت اینها رو کردم. اشتباه کردم جناب سروان. عزیز من تو چرا اینقدر هرس میخوری؟ قربونت بشم بچه پرو میزنم به تا گفتم ساکت آقا. یعنی چه؟ میزنی؟ خانم ها
بچه داره بهت ابراز محبت میکنه، اینجوری باش صحبت میکنه آقای سعادتی؟ یعنی چه آقا؟ خانم برای آخرین بار سوال میکنم، اون دو نفر کجا هست؟ نمیدونیم جناب سروان. چه نمیدونید ها؟ نه نمیدونیم. نمیدونید؟ آخ سروان شما یه جور میگی انگار ما میدونیم داریم دروغ میگیم به شما. سرباز؟ بله. این آقا رو ببر بازداشتگاه تا اون دو نفر پیدا بشه. بچه چی بازداشتگاه؟ بچه هم سرمانی گناه داری؟ بچه هم سرمان؟ معصومه پسر آقا من گناه کرد. آقای سعادتی دل خونک شد؟ باش نوبت ما میشه آقا سعادتی. بیشن بیا بریم تو یه چیز بخوریم. با کدوم پول؟ گشنمه. من 400 تومن بیشتر ندارم. خب من هم 300 تومن دارم دیگه حله. خب با این پول جمعش دوتا نوشابه میدن بمون. خب پا وایس اینجا من الان حلش. بیا بریم. وایس من الان حلش من. دو دقیقه وایس اینجا. خسته نباشید قربان. قربان شما، خوش اومدین، بفرمایید. اجناستون تازه است دیگه؟ بله قربان، مطمئن باشید. چی میل دارید؟ پیشنهاد سرآشپزتون چیه؟ استیکامون حرف نداره. استیک با سس قارچ. بابت گوشتشون هم خیالتون راحت باشه. ضمن اینکه فیله مرغ هم بهتون پیشنهاد میکنم. بعد استیکاتون چنده؟ 2200. فیل مرغاتون چی؟ اونم 2200. چیزی که هست احیانا شما نسیه که نمیدین نه؟ نه. سوسیس چنده کلا؟ خدا توی چهر غریبی گرفتارتون نکنه. اون نگاه کنی اون پسرمومه، پسرمو بردم ببرمش بیمارستان روانی بستریش کنم بدبختو. این درده، تو ترمینال کل پول ما رو زدن رفته به کارش. الان پول نداریم باید امرو بسیمو برمیشم بیمارستان بستریش کنم. نگاه این وقت اگه داروهاش نخوره میدید چه وسواسی به وجود میاد. ما تو الان نگاه من گدا نیستم که، ما تو شهرستان خودمون بیابروی داشتیم. الان من گرفتار شدم به خاطر همینی که الان به شما دارم رو میزنم. شما اگه لطف کنید پول بیمارستان اینو بدید من میرم شهرستان خودمون، شما یه آدرس تلفن بدید من سریع پول به شما برمیگردونم. این نگاه کنید شون بده گناه دارن. بده دیگه. بفرما چندره؟ بقیهش هم نمیخواد دیگه، بذار تو جیبت. بذار تو من. برادر من شما اصلا توجه نداری، فقط 10,000 تومن من باید بدم آمپول این طفل مصوم بزنم. دلت میاد شما آخه؟ این بیمار روانیه، این اعصاب درست حسابی که نداره، این آدم نیستش که. این یه دفعه قاطی بکنه کل این منطقه رو درختاشو سرته میکنه، این میرزه به هم، کل شهرستان ما الان گوره. الان کلا بهشون بده هر چقدر میخواد بهشون بده. 10,000 تومن فقط پول آمپورشه. ندارم آقا. ندارم. شما اگه محبت ندارم خانم دیگه. نه یه لحظه برو از یک دیگه آقا منو نگاه کن. یه لحظه شما این تفلو هست رو نگاه کن. این گنجیشی که زیر بارون خیس شده در چرچر میلرزه. شما یه بار به هم بدید دیگه. بهشون بده دیگه، حتی حاضر فواد التماس کنن گلی کنن بهشون بده دیگه. زار تو بده دیگه. بیا آقا بیا آقا بیا آقا ندارم دیگه. چرا دستت درد نکنه؟ دستت درد نکنه؟ خسته نباشید. خواهش میکنم چند لحظه گوش خدمت. خواهش میکنم قربان. ببخشید 3 تا سوسیس محبت کنید، 2 تا نوشابه. 3 تا برای چی؟ من گرسنه‌ام. 2 تا لطف کنید برای من خیارشور نذارید.
بر من خیارشوش رو دوب بذارید گوجه نذار واسم. پولتون رو ببینم. چی؟ پولم رو خجالت نمیشه من دستم یه چه طرز حرف زدن پولتو ببینم یعنی چی؟ آقا این چه طرز صحبت آقا فکر میکنه من دوتا گدا طرفه؟ خیلی خوب بیا این پول خیلی خوب بفهم بشین غذاتون آماده بشه بفهم میشه اینجوری میکنه بفهم میشه بعد حرف میزنه نگفتی اینایی که بهت پول دادن کی بودن؟ این دوستان بچه ها بازار بودن پول دستی بهشون داده بودن طلبشون رو صاف کردن چه عجب تو زندگیت بالاخره تو از یکی طلب داشتی نوشابه چه رنگی میخواستی؟ دو تا زرد لطف کن زرد نخوری که گفتم بشینین دیگه با مرده بود حالا همین آقای بلورچی با لحظه برام تعریف کنه تو بازار میترکیم این بچه به تاق بازار تو شرم نمی کنی؟ چجوری رو چود گدایی کنی از یارو؟ آخه من از دست تو چیکار کنم آخه من از دست این؟ چیکار می کردم؟ خودت گشنت نبود؟ می زنم له و لوردت می کنم ساکت! بشکنه این دست که نمک نداره مراد بیا دست زن و بچه تو بگیر برو یه شهر دیگه بذار من یه خاکی تو سرم بکنم من دارم از دست تو دیوونه میشم آخه کجا برم؟ برو بمیر الان لاغل حرف نزن من یه خاکی تو سرم یه فکری بکنم صبح شد باش. آقا جون تو یه امشب به من فرصت بده تو یه امشب به من فرصت بده 5 دقیقه من وقت دادی پول شامتو جور کردم آقا جون تو به من فرصت بده من پول مسافرخونه هم نه پول هتل برات جور میکنم چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ یه کاری میکنم که آقا جون شب بریم یه جایی بشینیم بخوابیم
بگیریم بخوابیم اقلا این فکرمون درست کار کنه. بفهم چی دارم بهت میگم. دو دقیقه من فرصت بده. چی نگاه میکنه به یارو؟ چیه؟ داداش وایسا! وای تکون نخور. قلم پا تو میشکنم تکون بخوری. من امشب تا صبح تو پارک میخوابم رو چمن خیس. نمیذارم تو گدایی کنی. برو! شیش ماه پیش بود فکر کنم. شیش ماه پیش بود پسرم و من ما یک و نیم ماهی جمع کرده بودیم بریم یه پیکان بخریم. بعدش گفت اینو بده من بندازم تو کار بورس و اینا سود داره و نمیدونم ال میشه ول میشه سر یه ما پژو باید میدم. پول یه پژو رو یعنی باید میدم خلاصه ها. سر یه ما اومد گفت پول سوخ شده هیچی به هیچی. بابا دو درد چی عرض پول زده تو کار؟ نه بابا من رفتم حساب کتابش رو دیدم اون حسابی که تو بورس باز کرده بودم خودم رفتم براش بازی. 10,000 تومان تو حسابش بعد شانسی آوردونم بعد وقته دیگه. یعنی ماشینم نخریدی؟ نه دیگه از اون حالا مادرمون دو تا واسه جایزه خواهرمون جمع کرده بود داد دست این گفت سر ما مثلا خود این میبره قسطای ماشین رو میده حساب بی حساب میشه ماشین دزدی از آب در اومد. خب چرا دو مرتبه پولو دادید به این؟ مادر ما صادق نمیدونستی میگه این لیسانس حسابداری سرش تو حساب کتابه. خب گفتش این اگه ماشین رو قسطی بخره در واقع سر اینو کلا نمیذارم نمیدونه سر اینم کلا میذارم. یعنی ماشینم هاپولی شد رفت. ماشینه که هاپولی شد رفت هیچی. حالا اون آقایی که در واقع سند گذاشته بود ما رو یه بار آورده بود بیرون گیر داده بود به پسرم که تو باید دختر منو بگیری یعنی با دختر من ازدواج کنی. پسرم ما الان زده زیرش میگه من باید زندگیمو با عشق شروع کنم و رفته تو این مایا. خب دیوونه خودت برو دختره رو بگی. فکر کنم از چی اینجا چی شده پا ما رفتیم دختره رو بگیریم ما رو انداختن این تو دیگه. یعنی بابای دختره چون رفته خود رفتی خواستگاری دختره رو نداده گرفتار کرده داده این تو نه داری اشتباه میکنی. بابای وقتی سند گذاشت از ما هر کدوم نفری 20 میلیون تومن سفته گرفت. خب الان بابت اون 20 میلیون تومن سفته و اینجا دیگه. خب ببین فردا میبرنت دادسرا اگه خوب. نری رضایتو بگیری خوب. یه راست میبرنت هتل. هتل که خب هتل دیگه هتل. مثل اینکه تو سر تو کار نیستا. هتل میدونی کجا رضایت فردا نگیری یعنی هتل مستقیم میبرنت زندون پسر. زندون بیژن بخواه یه آتیش روشن کنیم. آه آتیش روشن کنیم پارک جنگل که نیست آتیش روشن کنیم. تو کبریت داری؟ کبریت بده من با من بده من آتیش روشن کنیم دو دقیقه سرده. شر درست نکن بشین یه دقیقه سج ها کن گرم میشی. چیچو گرم میشیم آتیش میخوام روشن کنیم سرده. داداش ببخشید جونم داداش یه لحظه جان داداش آتیش خدمتتونه. آتیش هم خدمتتونم هست داداش. سیگارم دارم بیا عزیزم بیا. دمت گه بکرتم بیا. چی شد نمیکشی؟ نه کبریت میخواستم. خیلی ممنون. کبریت و فندک هم نمیخوام بفرمایید. لنگتون چیه؟ لنگ چی هستید؟ هیچی عزیزم بفرمایید. پنیر خوب آوردم ها. پنیر توپ مشتی تر و تازه. پنیر آوردم. پنیر؟ پنیر آره پنیر. خیلی ممنون. ما شام خوردیم بفرمایید. میخوای بگیریم مال صبحونه. داداش صبحونه چیه؟ شما که تو کار نیستید صبحونه نداریم که. نه بفرمایید. خیلی ممنون. علفم دارم و علف تر و تازه. علف علف آره داداش علف نشیده بودی تا حالا علف گوسفندی مگه بفرمون آقا. خیلی ممنونم خیلی ممنون بفرمون. علف اچ اکس مکس چیزی که میرم بالا اون خوبه با اکس میرم بالا دیگه میرن بالا آره اکس بفرمون. خیلی ممنونم تشکر شما رو گرفتید پس شما هستین که بفرمین خریدار نیستید شما. بله بله هرچی بدبختی میکشیم از تو میکشیم. به من چه ربطی داره؟ این یارو پنیر داره. یعنی باید ما الان اینجا باشیم این موقع شب یه علف به ما بده؟ آقای ملیه الهی پیر بشی
میگم فریبا جونه. خونه زنگ زدی؟ آره بابا زنگ زدیم، ولی بعدش تازه یادم افتاد اصلا آقا مراد کلید خونه رو نداره. نداره؟ نه نداره. مامان میگم این پسرم ما هم چقدر بیخیاله ها، گذاشته در رفته یه زنگ هم نمیزنه که ببینه که این داداش محمود منو چیکارش کردن اصلا. خیلی بیخیاله. نگو نگو دل... خانم فریبا جونه، تو شوهرت معمولا وقتی فرار میکرد کجا میرفت ها؟ سورایی جون من چه میدونم، شما یه جور حرف میزنی انگار شوهر من دائم در حال فراره. من که میگم که توی یه مسافرخونه گرمونرم گرفتن تخت خوابیدن عین خیالشون هم میشه. ملی جون دلت میاد اینجوری بگی؟ نه نگو آقا مراد، من که تا صبح پیشش نیستم، پک رو پک نمیذاره شبا. نمیدونی چه زن بچه دوست دیگه، میدونی نفس من که براش میره. وای تو هم که شورش در آوردی ها، به جای حرفای شاعرانه یه فکری یه رای جلو پای من بذار که من برم محمود در بیارم. خدایا فردا حالا باید را بیفتم به کس ناکس رو بزنم برای سند. وای بمیرم مامان، چقدر این چند روز بد بیاری آوردینا. حالا سند از کجا میخواین گیر بیارین آخه؟ سند ها. تو نمیتونی به صاحب کار سند بگیری برای محمود؟ وا ماما این چه حرفیه میزنی نا؟ بابا تو یه رفیقی، دوستی، آشنایی، همکاری کسی نداری شب بریم خونهشون بمونی؟ نه عزیزم من هیچ کسو ندارم. پدرام تا این لحظه با هم بودیم، خیلی خوش گذشت. شب بخیر. کجا؟ میرم خونه پدرام بخوابم. و من چی؟ تو چی؟ پدرام یه صابخونه داره قاطیه، منم یواشکی میرم تو، اگه بفهمه پدرام هم میندازه بیرون. آه خیلی خوب، ببایستا با هم میریم اونجا، بسپر به من، من هماهنگ میکنم. کاملا از سرت بیرون کن موضوع رو. مجرده یا متأهل این پدرامه؟ مجرده. تا صبحم که اینجا وایسی قندیل ببندی نمیتونی با من بیای. تو من تنها نمیذاری اینجا. دقیقا همین کارو میکنم. شب بخیر. مردم بابا چه؟ بیشن تو اینجا چیکار میکنی؟ پدرام آروم پدرام چه؟ من یه مشکلی برام پیش اومده، حالا برای تو آروم‌تر نباشتم. یه مشکلی برام پیش اومده، حالا وسط توضیح میدم. خب یه امشب من اینجا بمونم. امشب اینجا بمونی؟ بله. ایجا جون اصلا راه نداره، من دو ماه کرای خونم رو ندادم، امروزم با صاحبخونم حرفم شده، اصلا نمیتونم مهمون بیارم. عزیزم الان بی سر و صدا من میام تو. آروم. خیلی خوب، حالا بی سر و صدا میام تو، صبحم یواش بی سر و صدا میرم. بابا حالا مگه چی شده؟ بابا هیچی، مأمور اومده در خونه، سعادتی شکایت کرده محمود رو گرفتن برد، اوضاعیه، نمیشه رفت اونجا. من یه امشب اینجا بمونم صبح. استور خدا آرومتر بیشن جون، منو با این سعادتی در ننداز. بعدش هم صابخونم برام شرط گذاشته که من اصلا نباید مهمون بیارم تو این خونه. آقا خیلی من بی سر و صدا، من نمیفهمه، صبحم بی سر و صدا میرم. برو چیکار؟ برو بنا. یه امشب دیگه. خیلی خوب، آروم بیا تو، آروم بیا تو. پس چرا نمیای تو؟ من حتما باید 6 ساعت التماس میکردم به تو که من راه بدی. سلام پدرام جان، بریم تو سرده. چی چرا بریم؟ این دیگه چیه؟ بودو بریم تو سرده. آروم خیلی سرده. بابا صاحب خونم میفهمه. سرده. چی رو سرده؟ این دیگه چی میگه؟ پدرام جان بابا دو نفر حالا بابا دارم حرف میز، دو نفر با یه نفر فرق داره میگه. خیلی خوب. یواش بی سر و صدا میای. خیلی خوب اینجوری بهتر. تابلوید آروم بیای تو. بی سر صدا. چش نمیای؟ از من 6 ساعت بعد من التماس میکردم. بس آقا پدرام چه خبره؟ آقای سرگرد منم، آشغالا رو بردم جلوی در. خب پشت درم بنداز. بله چشم، خیالتون راحت باشه، پشت در رو انداختم، راحت بخوابید. جان بنداز جلو تلویزیون، میخوام شب 90 دلارشون ببینم. اصلا صحبتشو نکن، برای اینکه صابخونم صداش در میاد. اینجا تلویزیون از ده شب به بعد تعطیل. والله نمیاد.
تو نمیخوای یه زنگ به فریبا بزنی؟ نمیگی اون دل واپست میشه؟ نه صلاح نیست، این کار صلاح نیست. اما زنگ بزنیم به فریبا، میرن به محمود میگن. یه خورده آرومتر، یه خورده آرومتر، یواش صحبت کن. محمود میره به سعادتی میگه، سعادتی هم که بفهمه دیگه خر بیار با حالی بار. نگو ما کجا این، فقط زنگ بزن بگو حالمون خوبه، این کارو که میتونه بود. امشب نوبت داره، نوبت رو ببینیم. امشب فوتبال خوزستان براش پنالتی گرفتن گل نکرده. من میخوام داوری شو ببینم. یه خورده آرومتر. ببینم اصلا چه خلافی کردید اینقدر میترسید؟ هیچی آقا جان، فقط سعادتی نباید بفهمه ما کجاییم، همین. اون روشنش هیچی نیست. اون تلفن رو بده، من یه زنگ میتونم بزنم. زنگ میتونی بزنی ولی تلفنم 3 دقیقه‌ای ها. اون رو بگو روشن. برای که با بالا مشترک 3 دقیقه‌ای تلفن. آره این نیست، تایمر داره قطع میشه. اون رو روشن کن. یه خودم آروم‌تر. خب اون رو روشن کن دیگه. داد نزن تو رو خدا. عجب آدم. عجب گرفتاری شدیم ما. تلویزیون گفتم تعطیله. ده شب به بعد تعطیله. الو سلام زنمو. خوبی؟ خب اون رو روشن کن. قربان شما. تو اون رو روشن کن. خیلی من. از محمود خبر نداری؟ خیلی خب من کارشو درست میکنم. خیلی شما نگران نباش. با صابخونت بیار پایین. شما نگران نباش، من کارشو درست میکنم. باشه باشه، همه خوبه. آره ما نمیت، من نمیتونم بگم ما کجاییم. خوبه، حالمون خوبه. آره اون رو روشن کن، عربده میکشم. باشه باشه، گوشی گوشی. صابخونت بیفته کف کرسی. خانومت با تو کار داره. برو اون رو با تو هم خانومت پشت خطه با کار داره. آرومتر تو رو خدا، آرومتر. صابخونم صداش در بگی. نه نگفتی که کجاییم. 3 دقیقه یه قطع میشه الان. بگیر نه اون روشن. الو سلام، چطوری فریبا؟ خوبی؟ قطع میشه 3 دقیقه ای. بچه ها خوبن؟ بهشون بگو دلم باباشون براشون تنگ شده. خودت خوبی؟ بچه خوبه؟ تکون میخوره؟ آره خیالت راحت باشه آقا مراد. آره بچه هم خوبن. باش مواظب خودت باشی. باش باش. الو 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 چی شد؟ چرا قد شدی؟ قد شد؟ چرا قد شد؟ نمیدونم. خب چرا نگفتی دکترا گفتن که بچه ها تو وضع بدی هست؟ آخه چی بگم زنمو با خب دل شعور میوفته. نپرسیدین کجا هست؟ میپرسیدین کجا ها؟ نه دیگه نمیدونم دیگه. گفتن نمیتونی بگم کجا هست. باید چی؟ نمیدونم چه کدام گوری بودن. نپرسید. یاده میخواستش بپرسم شام خورده یا نه؟ حالا بلای دام بخوره. خودم در تختر خوب به هم جور کرده، جفت خون سرد، اصلا انگار نه انگار. بابا پاشو یه چی بدن رو بچر یخ که هی دنبالش گشتیم گیرش نیوردیم. خب معلومه کسی که ماشین دزدی میفروشه که دیگه پیداش نمیتونی بکنی که. تموش. گفتی اسمش چی بود؟ ناصر قصی رو میگی؟ همه که ابروهای پت و پنی داره؟ نمیدونم، من نمیشناسمش. باره بابا خودشه، ماشین دوزی میخره میفروشه، ماشین خریده فروش میکنه، قسطی میده قسطی میفروشه. خلاصه تو این کار هست، پیش قسط هم میگیره. تو میشناسیش؟ آره بابا. جدی میگی؟ صدات ما بباره بگیری بخوابی. میشناسیش؟ بابا بگی بخواب، الان گیر میده بهمون دیگه، صبح واسهت مفصل تعریف میکنم. پدرام واسه صبحونه چی داری؟ بگی بخواب مراد جون، من صبح زود باید پاشم برم سر کار. راست میگه، بگیر بخواب، صبح باید بریم دنبال ناصر. نگاه ببین، داور میگه پنالتی نبوده، داورم میگه پنالتی نبوده. بابا صابخونم صداش در میاد. فردا میرین دیگه نه؟ بستگی داره ناصر پیداش کنیم یا نه. کی پیداش میکنی؟ نمیدونم، شاید یه روز دیگه، شاید دو روز دیگه، شاید یه ما دیگه. تا پیداش نکنیم که نمیتونیم از اینجا بریم، باید ناصر پیداش کنیم. مهمونتیم بدران جون. چی میگی؟ بابا بگی بخواب، فردا صبح راجبش حرف میزنی. بیژن من جواب صابخونمو نمیتونم بدم ها. عزیزم شرایط ما رو درک بکن، ما الان نمیتونیم برگردیم خونه هامون، این امترین جا فعلا اینجاست. خواهش میکنم شرایط ما رو درک کن. از اولش هم میدونستم شما بیاین تو این خونه ها، بیرون برو نیستید. بیژن خوابیدی؟ بیژن پیکان گل نزن کم داشت، خب اینم داوره دیگه، این داوره طرف داوره میگیره دیگه. تو داوری آخه، داور نما. خوابیدیم بابا، خب صبح باید پاشیم زود. حرف نزن دیگه، نکن.
این قیچی رو برمیدارید بعد کارتون تموم شد میایید سر داش میذارید تو. اصلا مگه خودتون قیچی ندارید؟ چرا داریم ولی خرابه. دختره دیوونه. خب میخواین اصلا با همون قیچی خراب خودم کار میکنم؟ نخواستم. خانم جمالی؟ بله. این چند روزه اتفاقی برای شما افتاده؟ نه هیچی. چطور مگه؟ خب اینم حالتون خوب نیست. اگه چیزی شده به منم بگید. خب چیزی که خب بله من از دست شما یه خورده دلخور که هستم. ولی اصلا مهم نیست. اصلا برام مهم نیستش. ولی خب الانم یه چیزی می‌خواستم ازتون بپرسم. ولی یه وقت فکر نکنین چیزی تغییر کرده. هیچی تغییر نکرده. چی شده؟ هیچی. میخواستم همین جوری میخواستم بپرسم که شما حاضرین که سند خونتون رو برای ضمانت یه آدم خیلی بیگناه ها وثیقه بذارین یا نه؟ آدم بیگناه؟ کی هست؟ هیچ کی. یعنی هیچ نسبتی با من نداره ها. هیچ نسبتی نداره. همین فقط میخواستم بدونم که حاضرید بذارید یا نمیذارید. خانم جمالی من که خونه ندارم سند داشته باشم. نداری؟ هرچی پول داشتم آوردم ریختم این مغازه. اینجا هم که اجاره ایه. یعنی شما خودتونم مستاجری؟ خب آره. حالا این چی هست؟ هیچی. هیچی دیگه اصلا هم مهم نیست. فلش کنید. حالا انشالله تو آینده شما هم با یه زن خوب صاحب خونه و همه چی بشین. ممنون. بله یه کسی که با همه شرایطتون بسازه و اینا. چی گفتید؟ هیچی. ببخشید پس من حالا این قیچی رو لازمش دارم. از اولش باید نمیدیم اینجا جایی به این امنی خوبی بز بپاش. زود باش هزار تا کار داریم. میگم یادم باشه زنگ بزنیم به بدرام بگیم شب داره با خودش میاد از رستوران پیتزا بیار برام قارچ و گوشت. یعنی خیلی بیخیال. یعنی ندیدم مثلت انقدر بیرک. بابا ول کن دیگه. تو هم حالا گیری دادی. درست میشه. همه چی درست میشه. تو بخند دنیا بهت نخ بخند تو خوب گیرتون آوردم نامرزا. خوب گیرتون آوردم. بسم الله سعادت. آقای ساز من همین الان پیش پای شما داشتم به لیژن میگفتم با دختر شما ازدواج کن با دختر آقای سعادتی دیگه. ببین سرکار خودشونن. دست من بهشون بزن. آقای سعادتی جون اصلا شما یه دقیقه گوش بده من. لیژنم که اصلا ازدواج نکنه من خودم یه شوهر خوب برای دختر شما پیدا میکنم. بسپارم ببین این حرفا دیگه اصلا به خرج من نمیره سرکار. ببرشون. دست من بهشون بزن ببرشون. آقا این چه کاری آخه؟ خب ازادی ما حرف میزنیم درست میشه. آقای این چجور دست من زدنه؟ خیلی نامردی. من هیچی نگفتم. خود آقای سعادتی همه چیزو فهمید. حداقل یه زنگ بزن خونه هامون بهشون خبر بده. حداقل این کارو که میتونی بکنی که نامرد حرف نزن. با این نامرد ببرشون سرکار. ببرشون. بفرمایید. نامردی. خیلی نامردی. بیمرفت. فردا صبح که اومدی مغازه ها یادم بیار درباره کارت باهات صحبت کنم. آره عزیزم. آره. بیژن جون منو ببخش. من چاره ای نداشتم. بودم و دور از همه در بیابانی پر از ببر و پشه دوست. سلام علیکم. سلام تو خوشحالی گرفتن شما خیلی خوش اومدید. خیلی چه مخلصم. سلام داداش. چشم جواب رو بزنید. قربون تو برم. دوماده کو دوماده کل مهریه رو داد آزاد شد. خیلی خوش اومدید. ما رو فروخت. کی؟ من کی فروخت؟ یه نام کی؟ دلم تنگ. خیلی دلم تنگ شد. بابا خوبه این دوتا هر یه شب هم دیگر رو ندیدن. چیه بابا؟ به حالت که تنها اینجا بودی. چطور؟
نمیدونی چه پدری از من داره. میشناسم اونو. آقا هر کی پایست واسه نون بیار کباب ببر. آه بیا اشتیم با خودم. بیا دادم خودم بزن. بیا آه ببین بزن بر حواسم جمع باشه دیگه. مراد گفاری، بیژن جمالی، محمود جمالی، بیاید بیرون ملاقاتی داری. بابا هنو نایمده میگن برایشت بیاید بیرون. آقا بخواید شما برید من. باشو بابا لنش برو. میام سراغ ببینیم. خوش اومدید. هر کاری که هر جور با این سعادتی خناز حرف زدم و راضی نشد که نشد. هی این سیبیله زشتش اینجوری میکرد خانو با احساسات دختر من بازی شده. دیگه عقلم به جایی نمیرسه. بگی چه کار کنم؟ چه خاکی تو سرم بریزم؟ بابا گریه نکن. گریه نکن و بده زشت اینجا. خب شما اگه یه شبی دیگه اینجا بمونید میبرنتون دادسرا، کلاتون هم مثل چوبندل میتراشن. های الله هلفتون آبا. بابا گریه نکن. همه اینا زیر سر تو امامی که خود خواه. همه این بدبختی ها رو زیر سر توه. دیگه بریدم. یه راهی، یه چای جلو پای شکسته من بذاری. آقا گریه نکن دیگه، گریه نکن. زشته. ببخشید فریبا خانم چرا نیومد؟ این بچه تکون میخوره. او بنده خودم حال احوال خوشی نداره. دکترها گفتن فشار عصبی و استرس مسترس اصلا برای بچه ها خوب نیست. بخصوص امروزم که گلبنگ دستگیری تو رو شنید ها با میلا حالش بدتر هم در بدتر شد نتونست بیا. همش تقصیر توی خود خواه. همینو میخواستی؟ به من گذاشته خودش بده. اگه یه بلایی سر فریبا یه سر یکی این بچه های من بیاد من میدونم با تو خودم خفت میکنم. قاتل من با دختر سعادتی ازدواج می‌کنم. خب میرم الان میرم دنبالش. مبارک باشه آبی جان. خب من رفتم. مراد میگم میری بیرون یه بسته قرص سردرد برای من بگیر. میگیرم. بریم بابا جان. سر کرد بمیرم بر داداشم. بمیرم. تو هنوز سردردت خوب نشده؟ نه چیزی نیست سرم خوب میشه. یه کمی درد میکنه خودش خوب میشه. آها ببین مادر اشکا اینو بگی. یه حرکت یوگا هست اونو انجام بدی سری سردردت خوب میشه. بله. خب دستاتو میبری پشت سرت به این حالت، بعد میری روی بلندی میشینی مثل این. خب حواست به من هست؟ بله بله. به این حالت سر دستاتو میبری پشت سرت و به یک نقطه خیره میشی. میبینی منو؟ بله بله. متوجه هستی؟ چنجر 64 چنجردار میدونی چنده؟ حالا بذار این وصلت سر بگیر. آقای سعادتی با اجازت من دیگه رفتم دنبال آقای. خب مراد جون تو پولی چیزی که الان احتیاج نداری که. شما برم ما از صبح تا الان هرچی کار بوده به شما مراجعه کردیم. ما شهرونده میشیم. یه ذره پول به من بده محمود من برم دنبال تعارف میکنه. تعارف داره باهات میکنه سویچو بده ما بریم دنبال آقای دیگه. بابا شما دو تا دیگه شورشو درآوردین ها. نگود اینکه بگی منم این 10 تومن بسه. بگی برو شما درد نکنه. خیلی ممنون. عرض به حضورتون پس فقط یه جایی بنویسید ما مدیون شما نشیم بعدم با بیژن حساب کنیم. برو شما. آره بابایی برو تو پیش مامانت واسه جاسوسی به من آویزون. خدا الان یه دو تا مورد 57 تا 8 چنجر داره. میخواد قرارشو بذارم بریم ببینیم. منزل آقای جمالی. جانم بفرمایید. آقای بیژن جمالی شما هستین؟ نامه دارین؟ بله از بانک. شما خودتون هستین؟ کاری کرده؟ چیزی شده؟ نه هیچی. فقط میگم اگه چیزی هست فقط بدین برین آور ریزی نکنین. بنده خدا امشب شب عقدش گناه داره. پس اول مشتلقشو بده. نه امشب یه عقد ساده معمولی. حالا ایشالله عروسیش شیرین درست تاری پیشو من داری. بابا من شیرینی واسه نامش میخوام. چی شده مگه؟
آقای بیژن جمالی تو قروکشی بانک برنده یک ماشین آخرین سیستم شده. شوخی چیه؟ اقلن 200 میلیون پولش.